ششمین روز اسفند ماه برابر با 25 فوریه، روز ملی کویت. کویت کشوری در منطقه خاورمیانه در همسایگی عراق و عربستان سعودی و دارای مرزهای مشترک آبی با ایران از طریق خلیج فارس با جمعیتی در حدود 5.3 میلیون نفر، اغلب پیرو آیین اسلام با زبان رسمی عربی که پایتختش شهر کویت و واحد پولش دینار کویت می باشد، نظام سیاسی این کشور امیرنشین اعلام شده است. سال 141 خورشیدی برابر با 763 میلادی، آغاز بنای شهر بغداد در زمان منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی. سال 444 خورشیدی برابر با 1066 میلادی، درگذشت ابوالحسن علی ابن اسماعیل، آن باید هواهای نفسانی را طرد کند، به نظم بگرود و به حوادث از جنبه ابدیت بنگرد. بزرگترین پیروزی با قوای قهریه به دست نمی آید، بلکه با ایثار و بزرگواری و نجابت روح حاصل می شود. خردمند حقیقی فردی است اجتماعی که به خدمت هم نوعان کمر بسته است و می داند که همه افراد انسانی اطفال مکتب ابدیت هستند. سال 1216 خورشیدی برابر با 1838 میلادی، در گذشت آنتوان آیزاک سیلوستر دو ساسی، بزرگترین خاورشناس فرانسوی که به زبانهای فارسی، عربی، ترکی و عبری تسلط کامل داشت و با تحقیق در زبان قبطی و کشف رمز خط تصویری یا هیروگلیف موفق شد کتیبه های عهد ساسانی را بخواند و به شیخ المستشرقین شهرت بیابد. سال 1230 خورشیدی برابر با 1852 میلادی، در گذشت نیکولای واسیلیویچ گوگول، نویسنده روس و رهبر و پیشاهنگ مکتب ناتورالیسم یا طبیعتگرایی در روسیه که در آن بیشتر به تقلید دقیق و مو به موی طبیعت پرداخته می شود. سال 1276 خورشیدی برابر با 1898 میلادی، زادروز کورت تانک آلمانی، سازنده هواپیماهای FW-190 و FW-200 و هواپیماهای بلند پرواز TA-152-1. سال 1287 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، محمد ولی خان سپهدار تنکابونی وارد رشت شده و در زمره مشروط خواهان قرار گرفت و سرپرستی انقلابیون گیلان به وی سپرده شد. سال 1294 خورشیدی برابر با 1916 میلادی، آغاز عملیات 300 روزه وردن در جریان جنگ جهانی اول که نیروهای آلمان به قصد تصرف پاریس به مهمترین مانعی که در راه پیشروی آنها به سوی پاریس قرار داشت، یعنی شهر وردن و استحکامات نظامی اطراف آن، حمله ور شدند. سال 1303 خورشیدی برابر با 1925 میلادی، زن و شوهری روزنامه‌نگار به نام جین گرند و هارولد راس هفته‌نامه نیویورکر را منتشر کردند.